سلام و درود به همه شما دوستان عزیز. من محمد رضا هستم از گروه تبلیغاتی MHA. امروز با هم دیگه قراره که روی طراحی یک کارت ویزیت کار بکنیم تا با ابزارها و محیط این برنامه یک مقدار بیشتر آشنا بشیم. برای این کار همونجوری که توی ویدئوی اول توضیح دادم، ما وقتی برنامه کوردرو X6 رو باز می‌کنیم، یه همچین صفحه برامون باز میشه و باهاش مواجه میشیم. برای این کار ما نیو بلانک داکیومنت رو میزنیم همونجور که میدونیم و گزینه بیزنس کارت رو برای کارت ویزیتی که میخوایم طراحی کنیم انتخاب میکنیم. حالا با توجه به سایزی که میخوایم بعضن متغیره، میتونه بیشتر باشه و یا میتونه کمتر باشه، ما اوکی میکنیم. خب همونجور که میبینیم برای ما پس زمینه بیزنس کارت آماده شده. همونجور که قبلا توضیح دادم، ما میایم مرزهای خودمون رو درست میکنیم اینجا. پس از درست کردن این مرزها همونجور که میبینیم کاملا هم اندازه است. در ویدئوهای 1 و 2 همه اینا کاملا توضیح داده شده. میایم اینجا. این یک نمونه کارتیه که ما میخوایم روش کار بکنیم. خب برای این کار اول از همه ما میایم رنگ پس زمینه کارتمون که میخوایم روش کار بکنیم و انتخاب میکنیم. برای مثال رنگ مشکی رو انتخاب میکنیم. رنگ مشکی انتخاب میکنیم، روش با حالا حروف سفید و طرح‌های سفید کار میکنیم. برای مثلا کارت خودم مشکیه و حروف سفید روش کار شده، ما هم همونو میایم یک دور دوباره تمرین میکنیم. خب اینجا انتخاب میکنیم، اینو حروف رو انتخاب میکنیم، چیزی که میخوایم بنویسیم رو مینویسیم. رنگ حروفمون رو تغییر میدیم، به سفید میاریمش و روی پروژه میذاریمش. همونجور که میبینید جایگزینی‌های دقیقمون رو انجام میدیم. به عنوان مثال اصولا آدرس سمت چپ پایین نوشته میشه، زیرش هم شماره تل و فکسمون رو مینویسیم. رنگ سایزشون یکی در بیاد، زشت نباشه، 8x8 رو انتخاب میکنیم. همیشه باید یاد اون باشه توی طراحی هر کاری که میکنیم، هر چیزی رو که طراحی میکنیم، باید از حاشیه کنارمون کمی به سمت وسط بیایم، به خاطر اینکه توی چاپ و برشی که بعداً داده میشه یک تغییراتی ایجاد میشه و ممکنه که حروفای ما بریده بشه. برای همین ما یک مرزی بر خودمون تعیین میکنیم و از لبه کارت به سمت داخل میایم. تل و فکسمون هم که خب حالا هر چی هستش، یادداشت میکنیم، اونجا مینویسیم، جایگذاریش میکنیم. پس از اون اصولا حالا ایمیل یا یک وبسایتی هم مطمئنا دارین شما دوستان عزیز که اونم میخواین توی کارت ویزیتتون گذاشته بشه. اینو وبسایتمون هم اینجا میزنیم. این هم نمونه ایمیل و وبسایتمون. حالا یه مقدار جایگذاریاشو دقیق و درست انجام میدیم که
مشکلی پیش نیاد. برای هر کدوم از اینا اگه بخوایم میتونیم فونتش رو تغییر بدیم و فونت هایی که چه به صورت پیش‌فرض روی دستگاه قرار داده شده و یا چه به صورت خودتون جداگانه دانلود کردین و انتخاب بکنید و قرارش بدین. اونجوری که می‌بینید بالاخره فونت ها تغییر می‌کنه و ما زیاد با فونت کاری نداریم، وقتگیر همین حالت عادی عالیه، شما خودتون می‌دونید که باهاش چه کار می‌کنیم. برای مثال اینجا یا این گوشه می‌تونین اسمتون رو بذارین یا این وسط به عنوان مثال مثلا محمد رضا زیرش می‌زنیم. طراح گرافیک رنگش رو تغییر میدیم، به زیر اسممون میاریم، اسم و فامیل اونجا نوشته میشه، اون چیزی که حالا مدیریت هستین، طراح هستین، مهندس هستین، پزشک هستین، هر چی که هستین این زیرش نوشته میشه و قرار داده میشه. برای اینکه اینجا انگلیسی و فارسی قاطی نشه ما ابتدا میایم پشت صفحه رو انگلیسی طراحیشو میکنیم، بعد روی صفحه رو دوباره برای خودمون فارسی طراحی میکنیم در صورتی که نیاز داشته باشیم، بخاطر اینکه جایگزاری ها اشتباه نشه. برای مثال تو انگلیسی ما از چپ به راست نوشته های آدرس و تلفن و فکس و ایمیل رو میذاریم، ولی تو فارسی از راست به چپ میذاریم. برای اینکه اشتباهی به وجود نیاد من اومدم اول از همه انگلیسیشو براتون انجام بدم که یه مقدارش انجام شده بود، بعدش فارسیشو بریم اون طرف انجام بدیم که هر دو طرف رو دستتون اومده باشه. اسم گروه تبلیغاتمون رو گذاشتیم MH Advertising. سایزشو درست میکنیم. به عنوان مثال بالا اینجوری میذاریمش، کمی این پایین که از حاشیه‌ها دور بشیم. اسم خودم که باید اینجا باشه، حالا این همش حروف گنده شد، میتونیم حروفشو از اینجا به بعدشو کوچیک بزنیم. جایگذاریشون رو درست میکنیم. اصولا این بعد کوچکتر از این حرفا باشه. جایگذاری خود صفحه اصلی رو اینا رو درست میکنیم. به عنوان مثلا من همیشه زیر اسم خودم دوست دارم که یه خط بیفته که اسم جدا بشه از بقیه چیزها، یا کل اسم توی یه حاشیه توی یه مربعی هم میتونین قرار بدین یا هر کدومی که دلتون بخواد. برای این کار همونجور که تو جلسه های پیش توضیح دادیم این گزینه این بغل توی نوار ابزار سمت چپ انتخابش میکنیم. اگه بخوایم دور تا دور اسممون یه مربع با یه رنگ جداگانه بندازیم انتخابش میکنیم، اما اینجا یک مشکلی پیش میاد. این مربعی که ما الان انداختیم اسم به زیر مربع رفته و وقتی ما رنگ این مربع رو عوض کنیم، برای مثال رنگش رو زرد بکنیم، همونجور که میبینین اسم دیگه دیده نمیشه. خب برای این کار باید چیکار کنیم؟ برای این کار ما از نوار ابزار گزینه پیکتولزمون رو انتخاب میکنیم، روی اون گزینه‌ای که زیر این مربع افتاده یا زیر هر طراحی دیگه‌مون قرار گرفته کلیک میکنیم. برای مثال اول باید ما این مربع رو بیاریمش کنار تا اسممون از این زیر بتونیم روش کلیک کنیم و آزاد باشه. حالا این رنگ مربع رو عوض میکنیم که اینجا دیده بشه. به عنوان مثلا زرد. میایم روی محمد رضا کلیک میکنیم. برای اینکه اینو بیایم روی این مربع قرار بدیمش یا هر چیز دیگر رو روش راست کلیک میکنیم. پس از راست کلیک کردن به گزینه اوردر و اینجا به توضیح داده که به روبروی صفحه بیاد، پشت صفحه بره، یک تیکه به جلو بیاد و یک تیکه به عقب بره و هر چیزی که هستش اینجا کاملا توضیحو داده به شما. جلوی چیزی باشه و یا پشت چیزی باشه، ما اینجا میاریمش تو فرانت آف پیج، به قسمت جلوی صفحه. خب همونجوری که ببینید الان اگه ما این مربع رو قرار بدیم اینجا، اسم روی مربع قرار گرفت و مربع رنگی ما زیر اون قرار گرفته. حالا برای مثال ما اسم مشکیش رو اگه بخوایم بکنیم که اینجا دیده بشه، اما چون مشکی با مشکی میشه و اینجا زیاد قشنگ در نمیاد، من عادت ندارم که مربع زیر اسمم قرار بدم. برای مثلا همونو
سفیدش میکنیم، این مربع رو کوچیک میکنیم تا یک خط کوچیکی فقط زیر اسم ما قرار بگیره. حالا این خط بازم با توجه به سلیقه شما که دوست دارین چه رنگی باشه، چطور باشه، میتونین رنگش رو تغییر بدین و هر رنگی رو بذارین. به عنوان مثال ما رنگ قرمز رو میذاریم اینجا. زیرش هم که طراح گرافیک قرار گرفته، آدرس تلفن و فکسمون هم که اینجا قرار میدیم. بعد اگه بخوایم بیشتر روش کار بکنین، به عنوان مثال این زیر این قسمت اگه خالی است، میتونین خدماتی که میتونین ارائه بدین و اونجا نیز بنویسین. حالا باز توجه به سلیقه و طراحی خودتون داره. برای مثال من این زیر طراح کاتالوگ، بروشور، کارت ویزیت، پرچم، بیلبورد، ژورنال، پوستر، مجلات، همه اینها رو زیر این قسمت گرافیک دیزاینر قرار دادم، فقط با توجه به اینکه بعد یه مقدار حالا اینا تغییر کنه جاشون، یه مقدار کوچیک‌تر بشه تا این بالا جا برای ما باز بشه، تا ما این وسط بتونیم کارهای دیگه‌ای که می‌خوایم انجام بدیم و انجام بدیم و بنویسیم. اما حالا این ما با اینا کاری نداریم و حروفا رو همین حالت درشتی که هستش قرار میدیم تا به کارهای دیگه‌ای که میتونیم برای طراحی این پروژه انجام بدیم بپردازیم. خب ما یه خط دیگه هم به زیر این گرافیک دیزاینر اضافه می‌کنیم با زدن دکمه مثبت به اضافه روی کیبوردتون و آوردن به سمت پایین با دکمه های فلش های بالا و پایینمون و قرار دادن زیر این و کوچک کردنش. من شما دوستان عزیزی که دارین این ویدیو رو میبینین، خواهش میکنم که ویدیوهای قبلی رو حتما ببینید و بعد سراغ طراحی های پروژه ها بیاین، به خاطر اینکه جز به جز ما تو ویدیوهای قبلی اینا رو توضیح دادیم و اگه من اینجا بخوام تند و تند رد بشم، خب مطمئنا شما اونا رو شاید ندیده باشین و اینم ندیدین و متوجه نمیشین ازش چی. بنابراین خواهش میکنم ویدیوهای قبلی، 3 تا ویدیو قبل از این من گذاشتم از کورل درو، لطفا اونا رو ببینین. اگه سوالی، مشکلی، چیزی داشتین بپرسین، بعد سراغ پروژه های طراحی مثل حالا کارت ویزیت که کوچکترینشون و پروژه های بعدیمون که پروژه های بزرگی قراره باشه تشریف بیاریم، به خاطر اینکه شما خودتون به مشکل برخورد میکنید و ممکنه بعضی از جاهای توضیحات منو متوجه نشین. خب ما یه خط دیگه ببخشید زیر گرافیک دیزاینر انداختیم که حالا یه مقدار زیباتر و قشنگتر هم بشه. الان ما از اینجا میریم لوگو کارمون رو اضافه بکنیم. خب همونجور که میبینیم ما لوگو رو اضافه کردیم، اما لوگو ما خیلی بزرگ و کیفیتش بالاه، برای همین یه مقدار کوچیکش میکنیم که اون گوشه کار برامون جا بگیره. یک کوچولو جابجایی جزئی اینا. مقدارم این ناخورمه و بزرگتر بشه. همونجور که میبینین قرار دادن لوگومون در این گوشه. حالا میتونیم بزرگترش کنیم، میتونیم کوچکترش کنیم و یا به همین سایز رهاش بکنیم. یه مقدار آدرس و اینا رو هم به سمت چپ میاریم که زیر دقیقا لوگو قرار بگیره. حالا شما با تغییر دادن فونت و اضافه کردن آدرس و ایمیل و وبسایت، خب مشخصا خیلی بهتر میشه، خیلی زیباتر میشه تا 1 2 3 4 5 آب صدایی که ما اینجا قرار دادیم. اینا رو قرار دادیم اینجا برای حالا یه مقدار می‌خوایم بریم طراحی‌های اضافه بهش، طراحی بیشتری بهش اضافه بکنیم. برای این کار یه کار زیبایی که شما میتونیم بکنیم و یه حالت رنگی به کارتتون اضافه کنید که از گوشه‌ها داره این رنگ اضافه میشه به کارت و یا از وسط این رنگ پخش می‌خواد بشه و یا سایه اضافه‌ای می‌خوای از حالت رنگی به این کارت بزنیم، از گزینه مشفیل بعد استفاده بکنیم. این گزینه رو توی این گزینه آخر با زدن این فلش گوشه و کنار گزینه مشفیل رو انتخاب میکنین. پس اینکه این گزینه رو انتخاب کردیم، اونجایی که میخواین این رنگ بهش اضافه بشه، برای مثال ما الان توی زمینه کارمون مثلا میخواییم یه رنگ قرمز رو اضافه کنیم، روی زمینه کار کلیک میکنیم و همونجور که میبینی یه مربعایی رو برای ما به وجود آورده. اون قسمتی که میخواییم رنگ رو بهش اضافه کنیم، برای مثال اگه میخواییم این وسط، باید این وسط رو کلیک کنیم روش و درک کنیم و بکشیم. اون قسمتی که ما میخواییم بهش رنگ اضافه کنیم و یه حالت رنگی بهش پاشیده بشه رو انتخاب میکنیم. برای مثال من این گوشه سمت پایین رو انتخاب میکنم، پایین سمت راست رو. خب همونجور که میبینیم
پایین سمت راست برای ما یه قسمتی رو خودش انتخاب کرده. وقتی که این قسمت رو انتخاب میکنه و شما روی رنگ ها میان کلیک میکنیم، برای مثلا ما رنگ قرمز رو میخوایم، روی رنگ قرمز کلیک میکنیم و همونجور که میبینید یک رنگ قرمزی به صورت که بغل پخش شده و به سمت وسط اومده انتخاب شد برای ما، یا حالا هر رنگ دیگه که شما دلتون بخواد، زرد، آبی، قرمز یا هر چیزی. حالا چون ما خط و قرمز انتخاب کردیم، رنگ این بغلمون هم قرمز انتخاب میکنیم. بعد شما میتونید با این گزینه‌های مربعای کوچیکی که این گوشه‌ها تعبیه شده میتونید فاصله رو زیاد یا کمش کنید. برای مثلا اگه به سمت پایین بکشیم این رنگ کوچیک‌تر خواهد شد و به سمت گوشه بیشتر خواهد آمد، و اگه شما این مربع‌ها رو پخش بکنید و بزرگترش بکنید، خب این رنگ بیشتر پخش میشه و بزرگتر میشه. این یکی از کارهایی بود که میشد که حالا برای مثال وسط ما الان به هم می‌ریزه، ولی برای اینکه فقط شما بخواید ببینید که چجوریه، اگه وسط رو می‌زدیم بدین صورت این وسط برای ما رنگ به وجود می‌آوردش. حالا میتونیم این کارم بکنیم که یه مقدار زیباتر بشه، اصلا این قرمز رو ورش داریم و بیرنگش کنیم. مشکل. حالا می‌بینیم مثلا وسط رو انتخاب کردیم، بهش آبی دادیم و حالت کارتمون به این صورت شد و خیلی زیبام شدش، جالب شد. علاوه بر اون ما میتونیم از گزینه ترانسپورزی که قبلا هم براتون توضیح دادم و اینجا هستش ترانسپرنسی، از این گزینه میتونیم کمرنگ بکنیم. برای مثال لوگومون خیلی بزرگ و خیلی زیاد هستش، میخوایم یه مقدار کمرنگش کنیم و همرنگ پس زمینه بشه. درسته که من این کار نمیکنم، ولی حالا برای مثال دارم، برای اینکه شما دوستان عزیز ببینید دارم میگم. روی لوگو کلیک میکنیم، اینجا که نون هستش، روی یونیفرم، لاینر، رادیال، هر کدوم از اینا یک کاری برای شما انجام میده. برای مثلا ما فعلا یونیفرم رو انتخاب میکنیم، همونجور که میبینین کم رنگ شد لوگو ما. ما میتونیم این لوگو رو از این گزینه که اینجا قرار داره و 50% هستش، اگه به سمت 100% بیاریمش کاملا محو میشه، و اگه به سمت 0 بیاریم کاملا روشن و براق میشه. حالا برای مثال ما هر چقدر که بخوایم کم یا زیادش بکنیم یا حالت سایه‌ای بهش اضافه بکنیم، این کار رو انجام میدیم. قبل از این مثلا بذاریم یه کار جالب انجام بدیم روش، این ترانسپوزیش رو میکنیم 100%، یعنی 0% ببخشید. از این ما یه گزینه کپی میگیریم و به این سمت میاریم. میتونیم ما اینو 50% شفافیتش رو بهش بدیم و محوش بکنیم، و حالا این گزینه رو به صورت کوچیکتر اگه بخوایم بهش اضافه بکنیم. و دوباره به این هم 30% محوش بکنیم. به این صورت میشه که حالا مثلا دو تا لوگو توی یه لوگو، یا جاشو اصلا جابجا کنین، بالا پایینش بکنین، بدین صورت چپ و راستش بکنین، بیاین. ولی ما کاری به این کارا نداریم و اینو همون حالت اولش که بود برمیگردونیم. خب ما برای این که به این گوشه سمت راستمون که خالی افتاده و چیزی نیست درونش بخوایم یک حالت زیبایی اضافه کنیم و یه رنگ دیگه هم به این گوشه اضافه بکنیم که قشنگ‌تر بشه و یه طراحی خاصی بهش بده، میایم از نوار ابزار سمت چپمون گزینه اینجا تو پوینت لاین تول، یا حالا هر چیزی که به صورت عادی فکر کنم روی فری هند باشه، ما میایم این گوشه‌شو باز می‌کنیم. تا پس از اینکه این گزینه‌ها برای ما اومدش، 3D پوینت کروز رو انتخاب می‌کنیم. پس از انتخاب کردن این، میاییم این قسمت پایین، قسمت وسطش که همونجوری که میبینی اینجا برای اون مشخص کرده، کلیک میکنیم، یک خط کامل به گوشه بالایی که دوباره برای اون خودش به صورت اتومات مشخص کردش رها میکنیم. پس از اینکه رها کرد، با حرکت دادن موس همونجوری که میبینید یه حالت اینجوری گردی منحنی برای اون ایجاد میشه. ما میام این منحنی و این گردی رو به این حالت اینجا قرار میدیم که یک همچین حالتی رو برای ما به وجود بیاره و کلیک میکنیم. پس از اینکه کلیک کردیم، الان چون مشکیه دیده نمیشه، ولی این خطی که انتخاب کردیم همونجور که میبینیم من وقتی زوم میکنم وجود داره و هست.
خب برای اینکه ما بتونیم این قسمت این بغل رو رنگی بکنیمش، اول از همه برای اینکه این خط کامل دیده بشه، من براتون میام این خط رو به رنگ زرد در میارم. بازم همونجوری که تو قسمت قبل توضیح دادم، با راست کلیک کردن روی رنگ ها میتونین حاشیه خط ها رو هم عوض بکنین، رنگشون رو عوض بکنین. رنگش رو به حالت زرد در آوردم و میایم دوباره از همین گوشه سمت چپمون، نوار ابزارمون، این دفعه 2 پوینت لاین رو انتخاب میکنیم. پس از اینکه انتخاب کردیم، دقیقاً از این نقطه اینجا که خط شروع شده، ما باید کلیک بکنیم، بکشیم و دوباره این گوشه که خودش برامون مشخص کرد رها میکنیم. دوباره از همینجا کلیک میکنیم، به سمت بالا میریم و دوباره اینجا که خودش برامون مشخص کرد رها میکنیم. حواسمون باید باشه که بین راه رها نشه یا اشتباه قرار نگیره. خب همینجوری که قرار گرفت، شما میبینید ما میتونیم این گزینه اینجا رو به راحتی رنگش رو تغییر بدیم. همونجوری که میبینید الان زرد شد، و یا آبیش بکنیم و یا حالا رنگ‌های دیگه قرمزش مثلا بکنیم. برای مثال حالا ما قرمز میکنیم که حالا اونجا آبی شد، اینجا قرمز بشه که با خطا یه جوری موماس و قشنگ در بیاد. دور تا دورش هم همون قرمز میکنیم. خب همونجوری که میبینید کارت ما یه حالت حاشیه هم به این بغلش اضافه شد. حالا ما اگه بخوایم اینو کوچیک‌تر بزرگترش بکنیم، میتونیم از این نوار استفاده بکنیم، کوچیک‌تر یا بزرگترش انجام بدیم، یا اگه بخوایم این گردی وسطش رو تغییر بدیم، از ابزار شیپ تولزمون بعد انتخاب بکنیم، زوم میکنیم و اینجا یه گزینه رو انتخاب میکنیم، رایت کلیک، تو کرو هستش و نیازی نیست به کرو تغییرش بدیم و همونجور که میبینیم این حالت گردی رو تغییرش میدیم. به صورت مثلا میاریمش بالا یا میبریمش پایین، که حالا هر حالتی که دوست داشته باشیم انجامش میدیم. ما کاری بهش نداریم و همون حالتی که از اول بود رو براش انتخاب میکنیم. خب خیلی کارت رنگی و شلوغی شد که در حالت استاندارد نباید اینجوری باشه، اما برای اینکه به شما دوستان عزیز بتونیم بگیم که از همه نوارهای ابزار چجوری میشه استفاده کرد برای طراحی حالا یا کارت ویزیت یا پروژه های دیگه، مجبور شدیم که این کارا رو بکنیم. تازه خیلی از نوارهای ابزاری موند که دیگه جایی نیست و نمیشه توضیح داد و توی ویدیوهای بعدی انشالله توضیح داده میشه. فقط موند که اینو ما بخوایم قسمت فارسیش هم بنویسیم و دیگه این کارت ویزیت رو رهاش بکنیم و بدیمش برای چاپ. ما از کل این پروژه‌مون که الان انجام دادیم یه کپی میگیریم با زدن همون به اضافه روی کیبورد و این پایین رهاش میکنیم. قسمت‌های نوشتمون رو پاک خواهیم کرد، به خاطر اینکه باید این قسمت‌ها به فارسی همه نوشته بشه. اشتباه پاک کردم. آندو می‌زنیم. اینا رو پاک می‌کنیم. و می‌تونیم کل پروژه رو به یک باره از این گزینه این بالا راست و چپش بکنیم. فقط لوگومون یه مقدار به هم می‌ریزه که ما دوباره از خود لوگوی کپی خواهیم گرفت و این گوشه قرار خواهیم داد. این هشتگ ها رو هم پاک میکنیم. برای اینا رو برای این گذاشتم که حالا هرچی بخواییم میتونیم اون وسط یعنی اضافه بکنیم. و اینجا نوشته هایی که از قبل نوشته بودیم و دوباره اضافه میکنیم. یک مقدار جا به جا میکنیم که کارمون قاطی نشه با هم دیگه. گروه تبلیغاتی MHA و یا همون MH Advertising که گروه تبلیغاتی خودمون هست و میتونیم از اسمش استفاده بکنیم.
اینجا قرار میدیم. حالا برای زیباییش یه مقدار میایم فونت نستعلیق رو بهش اضافه میکنیم. ردش کردم و دور برگردم. حالا این فونت زیاد با این فونت جور در نمیاد، یعنی میشه با فونت نستعلیق کاریش کرد. بله، میشه یه مقدار حالتش رو شبیه به گروه تبلیغاتیمون کرد. و این طراح گرافیک که باید بیاد پایین، محمد رضایی که اینجا نوشتیم اینجا قرار خواهد گرفت، رنگش سفید خواهد شد، بزرگتر خواهد شد. و برای اینکه با اون گروه تبلیغاتی قاطی نشه، مطمئنه مثلا پایین خواهد اومد، خیلی بزرگ شد. چون باید اسم و فامیل باشه، جا براش هستش، جای کافی. و جفت اینا رو پایین میاریم. طراح گرافیک خیلی بزرگه. این خط که مزاحم ما هست رو پایین میاریم، اینو کوچیکش میکنیم. اصولا بعد از اسم کوچیکتر باشه. اینو زیرش قرار میدیم. زیاد نمیخوایم با این ماجرا کار بکنیم، برای اینکه وقت اضافی میگیره و کارهای زیادی هم نده. فقط برای اینکه شما متوجه بشین که سمت راست به چپش و تغییراتی که توش ایجاد میشه رو، برای این عنوان ما این کار رو داریم انجام میدیم. خب اینجا باید آدرس نوشته بشه. حالا آدرسی که دوست دارین. اینجا تلفن همراه. و یک گزینه دیگه ایمیل و وبسایت ما هستش، که نسخه کورل درو من با حرف یه مشکل داره و اکثرا من مجبورم از گزینه شیفت و ایکس استفاده کنم. اگر گزینه شما هم این مشکل براش پیش میادش، برنامه شما این مشکل توی نوشتن یه چسبون داره، میتونه از گزینه شیفت و ایکس استفاده کنی که همونجور که میبینیم درست میشه. ایمیل و وبسایت، بازم دوباره یه غلط شد، وبسایت. و همه اینا رو میایم با هم دیگه میگیریمشون، رنگشون رو رنگ سفید میکنیم، داخل پروژه میاریمش. این خط هم گرفته شده بوده، اشکال نداره. اول این خط رو برمیگردیم سر جاش، رنگش رو همون رنگ قدیم میکنیم. پروژه میاریمشون، کوچیکش میکنیم. حالتش رو درست میکنیم. باز هم خیلی بزرگ هستن، باید خیلی کوچیکتر از این حرفا بشن. برای اینکه اصلا نیازی نیست انقدر بزرگ توی کارت به چش بیاد این چیزا. همینقدر باید کفایت بکنه. و این گوشه ما قرارش میدیم. آدرس تلفن همراه، ایمیل و وبسایتمون رو می‌نویسیم. همونجوری که می‌بینید مانند بالایی شده. فقط مونده که گزینه‌های خودمون رو اضافه کنیم، اسم و فامیلمون، هنری که داریم، طراح گرافیک هستیم، همونجوری گفتم مهندس هستیم، پزشک هستیم، اضافه می‌کنیم، می‌نویسیم. و طراحی‌های بسیار زیادی میشه انجام داد. یعنی کارت‌ها میلیون‌ها میلیون طراحی میشه انجام دادش، که هر کدوم با توجه به سلیقه شخصی اون طرفی که داره انجام میده، اون شخصی که مشتری هستش، باید با توجه به سلیقه ایشون انجام داده بشه. ما فقط اومدیم یک نمونه ای از کار رو براتون انجام دادیم تا یه مقدار بیشتر با ابزارها آشنا بشین و با موردهایی که میتونیم انجام بدیم روی این کار. الان برای مثال این گوشه اشتباه شده و از کادر ما زده بیرون. ما باید کوچیکش بکنیم این کار رو یه مقدار تا دقیقا فیکس کارمون در بیاد. بله،
که دچار مشکل نشه، این بالا هم همین مشکل رو دقیقا داره که برامون اشتباهی و مشکلی پیش نیاد. همونجور که میبینین یه کارتی شد که طراحی کردیم با هم دیگه. خیلی کارهای دیگه میشه انجام داد اما وقت ویدیو خیلی میره بالا و نمیتونیم ادامه بدیم. انشالله توی پروژه های بعدی گزینه های بیشتر، ابزارهای بیشتری رو اضافه خواهیم کرد و طراحی های بیشتری رو انجام خواهیم داد. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه و کمکی بهتون کرده باشه. با تشکر، ممنون.